تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می کند. میکنم خدمت بینندگان تیوی پلاس. امروز در خدمت آقای هاشم بگزاده، بازیکن سابق استقلال و تیم ملی هستیم. امیدوارم که برنامه رو دوست داشته باشید. آقای بگزاده سلام عرض میکنم خدمتت. یه مدتی که دیگه فوتبال بازی نمیکنی، الان شرایطت چطوریه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. حالا دیگر بازیکن یه روز باید بره دیگه از این فوتبال خود بازی کنه. من لطفی که حالا آقا فرهاد استقبال داشتن اجازه دارم که کمکشون باشم، یا یه حالت کمک مربی شدم. الان در کنارشون مشغول هستیم و این فهم میکنم یه راهکاری بود که حالا بتونم مراحل سختی که آدم بعد فوتبال میذاره کنار، خیلی سخت، بتونم حالا کنار بیام و فعلا مشغولیم کنار آقا کاظمی. بعد اینکه دلت برای فوتبال تنگ شده؟ حالا واقعا خب 15-20 سال فوتبال بازی کردیم، بعد یه دفعه دیگه بازی نکنی خیلی سخته. و بعضی وقت حالا بچه‌ها هستم میگه کاش میمدی بازی میکردی، هنوز میتونستی آماده ای. تو چند سالگی اگه خوب فکر میکنی میتونستی بازی کنی؟ چند سالته دقیقا؟ 36. فکر میکنی تا 40 میتونستی بازی کنی؟ میتونستم تا امسال و سال دیگه حداقل خوب بازی کنم، ولی دیگه پیشنهادی که آقا فرهاد داد بعدم که دیگه لیگ یک بود، بالاخره چندین سال تو لیگ برتر بازی کردیم، تیم ملی بودیم و چندین قهرمان داشتیم، دوست نشم لیگ یک بازی کنم. ولی چون پارسال هم آقا فرهاد یه لطف داشتم به ما، تهران هم بود، قبول کردم که لیگ برتر. پیشنهاد داشتی؟ نه لیگ برتر پیشنهاد داشتم ولی تهران نبود، شهرستان بود و امکانات خوبی هم نداشت و تیم هم افتاد پارسال. بعد اینکه خیلی از این خیلی سخت پیش میاد یه بازیکن این همه سال بتونه تو سطح اول بازی بکنه، ملی پوش باشه، این خود میدونی دیگه یه سری بازیکن ها هستن میان چند سال بازی میکنن زود هم فراموش میشن. چند سال هم نمیرسن، یه سال دو سال تمام میشن. چرا اینجوریه؟ اینا باید برگردن به برنامه‌ریزیشون تو زندگی، سالم زندگی کردنشون، تو حاشیه نرفتنشون. من هم فکر میکنم همه اینا تاثیر داره روی اینکه بتونی مداوم ادامه بدی، بازی کنی و خوبم بازی. حاشیه نداشتی اصلا هیچ وقت؟ من نه دنبالش نبودم هیچ وقت، دوست داشتم میشه با تمام وجودم با تمام توانایی بازی کنم و بخواد به جایی که برم تو حاشیه تمرکزم بذارم تو بازی و خدا رو شکر موفقم. آقا رفتی از سپاهان، از استقلال رفتی سپاهان، دوباره برگشتی، سخت هوادارا چیزی بهت نگفتن؟ حالا چون حاشیه نداشتیم و من اول فصل رفتم، یعنی نذاشتم مثل بعضی بازیکن‌ها آخرین دقیقه بذارم برم که تیم نتونه بازیکن بگیره. حالا برخلاف میل باطنی بود دوست نداشتم برم و من فکر می‌کنم قسمت بود، اینم خاص خدا بود. البته خودم تصمیم گرفته بودم و همین باعث شد که برم مثلا دو سه تا قهرمانی دیگه با سپاهان داشته باشم و این فکر کنم تصمیم سخت بود، از یه طرف تصمیم خوبی هم بود، هم که از استقلال داشتم جدا می شدم، من دو سال قبلش استقلال بودم و قهرمان شده بودم، خاطره خوبی داشتیم با هوادارا و جا داره ازشون یه عذرخواهی کنم که ول کردم رفتم، ولی بعد برگشتیم و دوباره قهرمان شد. کسی بهت مثلا تو هوادارا توهینی نکرد بعد از اینکه برگشتی و اینا؟ خب ببینید بالاخره یه تایمی بود فکر کنم اینجوری شد، یه ذره یه تایمی بود اینجوری شد، ولی باشگاه آسیا بازی برگردیم یه گل زدم دیگه با هم با یه گل آشتی کردم با مو دیگه با ما خوب شدن و نیم فصل اول دوست نداشتم بازی کنم تو تیمش، این خیلی سخت بود، نمیذاشتم بازی کنی. آره رو سکوهاد یه ذره فشار بود دیگه، فشار بود، اعتراض میکردن. من فکر کنم به غیر از آقای قلنوی حکی مربی دیگه بود میذاشت بیرون رو فشار هوادارا، ولی همین خانم من گفت اصلا توجهی نکن، بعدم بازی کنی بازم میذارم چون توانایی تو میدونم چیه. خیلی به امرویه میداد، حمایت میکرد و همون سال هم رفتم دوباره تیم ملی دعوت شدم. اون سه تا بازی رو که با کیروش کردیم رفتیم جام جهانی، آخرین بازی با کره بود 2014، اونم بازی کردم و
خیلی پیشرفت کردم، خیلی خدا کنم. چه حسی داره وقتی بازی میکنیم با رو سکو اعتراض میکنن، فوش میدن؟ با این تمرکز نداری وقتی داری با جون و دل داری بازی میکنیم، یا یه ناملایمت یا میبینی یه اعتراضایی میبینی دل سرد میشی، ولی تمرکزت میریزه و اعصابت خورد میشه، نمیتونی فوتبال بازی کنی. میگی نکن الان تو بگیرم دوباره فوش بدن یا اعتراض کنن. این خیلی سخت بود و حالا تعامل کردیم و آخرش هم خوب بود خودم. بعد به هم بگو که چند تا قهرمانی داری توی کلن تو دوران فوتبال؟ من تو لیگ 5 دارم، تو جام آسیا هم یه دونه با زوبان. یعنی از 6 تا سجل چند تا داره؟ سجل این دو سه تا قهرمانی که با پرسپولیس آوردن صدر دیگر رکورد تا شکست ها؟ الان اون صدر جدوله ها؟ اون صدر من و مهتی و محرم مهتی هم فهم کنم. مهتی که؟ مهتی رحمتی. مهتی رحمتی آره؟ آره. الان شما رده دوم داری؟ رده دوم. باید بفرسته این کار انجام میده، خیلی خوب هم این کار رو انجام میده، توی دروازه، توی دروازه گل تساوی برای استقلال به ثمر میرسه و هاشم بگزاده موفق میشه که شادی رو به اردوی تیم استقلال بیاره. بعد بهم بگو که تو تیم ملی بودی، کیروش هم خیلی بهت علاقه داشت، دلیلش چی بود؟ بودن خیلی عجیبه کیروش بهت اینقدر علاقه داره. والا خودم نمیدونستم اینقدر علاقه داره، ولی برای چی اینقدر علاقه داره؟ ولی حالا دوستمون داشت دیگه، مثل قرنی که ما رو دوست داشت، حالا هر جه میرفتیم باهاش، حالا اعتقاد به بازیمون داشت، حالا اخلاقمون خوب بود. حالا نمیدونم تو فکرمون چی بود که مثلا حالا علاقه داشت. من حتی روزایی که مصدوم هم که میشدم ما رو دعوت میکرد تیم ملی، حتی جام جهانی من یادم مصدوم شدم، منم با مصدومیت برد روز 23 تا، یعنی هم مربی دیگه بود شاید خط میزد یکی دیگر میاد. خب به نظر خودت کیروش تو رو بیشتر دوست داری علی بیرانوند رو؟ من فکر میکنم من رو بیشتر دوست داشت. اون موقع علی بیرانوند نبود تیم ملی، تازه داشت میمد تیم ملی و دیگه اون آخراش که من مصدوم شدم و تیم هم از که هم دعوت نشدم، دیگه بیرانوند اومد و خوبم کار کرد و علاقهش به اون بیشتر شد. بعد بازیکنان ولی فکر کنم اذیتت نمی‌کردن؟ آقا تو چرا مصدوم هم شدی؟ تو رو دارن میتاره میبرن تو؟ چرا متاسفانه از این میدارد که مثلا بعضی از رسانه ها بعضی ها مثلا میگفتن آقا فشار میذاشتن آقا این مصدوم نباید دعوت شه، چرا دعوت میشه؟ و من گفتم آقا باید جای سرمربی باشید، بالاخره تیم زحمت کشیده بودیم، بالاخره یه جورایی مثلا زحمت که میکشیدیم خیلی عواطف داشت. واقعا یه کار کرده بود، بچه با جون و دل براش بازی میکردن. چرا اینقدر پس هیچکی دوستش نداره که ایروشو؟ یعنی رسانه ها، مردم که دوستش دارن، خیلی در رسانه ها و مربی ها ارتباط خوبی باش نداشتن. خب شاید نوه رفتارشه، خب بالاخره اون مربی بزرگی بوده، ما ببینی تو منچستر بوده، سرمربی رئال مادرید بوده، شاید بعضی چیزها رو میدید که مثلا از دید رسانه ها خوبه، بد نیست، ولی اون همون دیدو میگفت نه اصلا خوب نیست و این سوالایی که میکنید یا این رفتارهایی که میکنید یا این مصاحبه‌هایی که میکنید. من فهم میکنم دیدگاهم فرق میکرد با دیدگاه خبرنگار و رسانه. بعد چجوری میشه؟ چجوری بود که تو این همه دعوت کرد بعد یهویی دعوتت نکرد دیگه؟ دیگه چون تیم جوون شد، بعد منم مصدوم شدم، بعد نتونستم یه تیم خوب انتخاب کنم. من اگه تیم خوب انتخاب میکردم میتونستم دوباره دعوت شم. مثلا این مقصرش خودت بودی دیگه؟ آره، انتخابم اون سال خوب نبود و
دیگه دوست داشتن هم اندازه‌ای داره. وقتی مثلا تو تیم خوب نشه باشی، نتونی خوب با تیم خوب خودت نشون بدی، خب من فهم میکنم هر مربی دیگه باشه بهتر از شما رو دعوت میکنه توی تیم ملی. ولی حالا با اینکه کیروش هم دوستت داشت، ولی خیلی بد شانس بودی دیگه. یعنی اینکه هر بار دم جام ملت‌ها، دم جام جهانی چنقدر مصدوم می‌شدی، اینقدر دم ورودی جام جهانی جام ملت‌ها چنقدر مصدوم می‌شدی. حالا متاسفانه خیلی تلاش می‌کردیم، زحمت کشیم جامونو به دست بیاریم، یه دفعه مصدوم می‌شدیم، جامونو می‌دادیم به یکی دیگه و این خیلی سخت بود، هم تو جام جهانی هم تو جام ملت‌ها. واقعاً دو تا رویداد مهم حالا بالاترین سطح فوتبال تو دنیا بود از دست دادم و اینم حالا به خیریتی بوده، بعد شانس نبودم، چون اگه بعد شانس بودم اینجا نمی‌رسیدم. فکر کنم کسی چشت کرده باشه. والا چرا آقا عادل چشم زد دیگه. عادل چرا؟ اون بازی اون یارگیر مسی رو چیز کرد. ای گفت یارگیر مسی، ما دیگه هر جا می‌رفتیم می‌گفتن آقا یارگیر مسی، پیرزن بچه دیگه، انقدر گفتن آخرام مصدوم شدیم دیگه. بیرامن یه جا گفت چطوری کریس رفت پنالتیشو گرفت، فکر کنم اونجا هم که انقدر گفتن یارگیر مسی اگه جلوی آرژانتین بازی میکردید نمیذاشتی مسی گل بزنه. شاید من گفتم چطوری مسی نمیذاشت شماره گل بزنه. دیگه قسمت بود، نشد دیگه. خدا رو شکر میکنم الان هرچی خیر بودم. دیگه خدا برکنم الان چیز نمیشه. ما یه دونه همه احمد تعریف کردن چشم ما یه دونه برمون کنم ترین نیازمنده حالا، ولی این صرف کنم باید گاو بکشم. آره ترین ترین ها، ترین ترین ها. اینو چه رو کاپشنت نیم واسه چش زخم این چیز. آره اون مادرم داده گذاشته. نه بابا نه بابا شوخی میکنم. یه ذره در مورد استقلال، استقلال این روزا شرایطش خوب نیست. حالا ما بالاخره بازیکن استقلال بودیم، چندین چند قهرمانی داشتیم، پیش قسمت استقلالی، چندین قهرمانی داشتیم با استقلال، خاطره خوبی از هوادارا داریم و این هوادارا هیچی رازشون نمیکنه به جز قهرمانی. من فهم میکنم الان شرایط اینجوری شده سخته برای هوادار، شاید دل سرد بشن نرن استادیوم حمایت نکنن، ولی من امیدوارم انشاءالله برن تیمشون حمایت کنن، این تیم خوب میشه. احتیاج به زمان داره و مطمئن باشن که تیم خوبی دارن. حالا یکم بدشانسی ها بودن، ناداوری و اینا فهم کنم بر ضررشون بود، یه ذرم بدشانسی ها بودن، مثلا اون پنالتی هایی که ایجاد کردن نتونستن موقع ایجاد به تبدیل گل کنن، یا این بازی با پرسپولیس اگه گل رو میزدن پنالتی رو، من فهم کنم خیلی اتفاقا میفته. استراماچونی خوبه؟ مربی جنتلمن با شخصیتیه، خیلی مربی خوبی، ولی هر مربی باید ابزار داشته باشه. من فکر می‌کنم اون ابزارهایی که دوست داره رو نداره. خب خیلی هم بازیکن‌ها رفتن دیگه، مثلا رحمتی و پژمان منتظری خیلی‌ها میگن نباید از استقلال می‌رفتن. والا منم موافقم. حالا بالاخره یه تیم باید، تیمای بزرگ باید بازیکن بزرگی هم داشته باشه، نه اینکه بازیکنامون الان بزرگ نیستن، مثلا سوء تفاهم نشه به کسی هم بر نخوره، نه. ولی مثلا از لحاظ شرایط سنی، از لحاظ شرایط سابقه، چندین و چند سال استقلال بودن، اینا تیم ملی بودن، میتونن کمک کنن، جوانا رو جمع کنن، تیم رو جمع کنن، مدیریت کنن و من فکر میکنم خیلی میتونست کمک کنه، ولی متاسفانه مشکلات مدیریتی باعث شد که اینا جدا بشن. تو این فوتبال کی رو از دلت از کی گرفته؟ هنوز نبخشیدیش؟ من حالا تا حالا دلم از کسی نگرفته، دلم گرفته ولی مثلا بخشیدمشون. کی بوده؟ میتونم خیلی بگی اسمشون؟ والا نبریم بهتره، ولی بالاخره یه نامهربونی آدم میکردن، همون دوره شاید ناراحت بودم تا یک سال نبخشیدمشون، ولی بعدها دیگه مهم نبوده برام، باعث شده مثلا جایی که باید پیشرفت میکردم بهتر میشدم نتونستم بشم. و اینجور چیزا هست تو فوتبال. دوست صمیمی تو استقلال کی بود؟ من بیشتر با آندو بودم، بیشتر با هم بازی تو تیم ملی استقلال هم با آندو هم تیم ملی هم که با هم بودید دیگه، هم اتاق بودم بیشتر. و شیطنت هم که خود آندو هم خیلی شیطونه. حالا اون خیلی شیطونه، اون فقط باید بشینی بغلش بخندی. بعد یه جا که اونم که در مورد تو البته همین حرف رو میزنه دیگه، بیا بغل بگذاره بشی فقط میخندی اونجا. بعد شده اصلا یک خرابکاری بکنید با هم دیگه، حالا شد تو استقلال شد یه شیطونی بکنید، خرابکاری بکنید؟ حالا خرابکاری که کردیم ولی الان نمیدونم
تو جزه نرم ولی خیلی خراب کاری کرده. یکیشو ببین. یادم نمیاد حقیقتش. تو استقلال تیم ملی ولی یه خاطره بگو اصلا از آن دو. خاطره از آن دو آقا بازی جام جهانی قبل مقدمه جام جهانی بود، دست شکسته بود از اینجا فکر کنم استخونش نفهمیده بود. بعد یه بار تو بازی گفتم آن دو چی شده، گفت چی نیست داداش چی نیست. بعد بعد بازی دیدم آقا شکسته دستش، بعد رفت پلاتین و اینو گفتن داداش تو چقدر تو چه آدمی هستی نفهمیدی دست چی کسی. گفت داداش داغ بودم باید میرفتیم جام جهانی. حالا این یه خاطره بود ولی به خاطر بهتر از این بود، ولی تو ذهنم نیومد که بگم. الان هنوزم باش در ارتباطی؟ آره با هم رفیقیم دوستیم در ارتباطی. آقا خصیصترین بازیکن استقلال زمان شما کی بوده؟ خسروی داری بود. خسرو نه هم پس نمیدم. میگن خیلی هم خانومش خیلی میترسه. آره خیلی زلیله بنده خدا. چرا؟ خوش میگم بیام نکن بابا اینقدر ذلیل نماش دیگه. حالا اینجوریه تازه یه سری اومدن پولاش هم هرچی قرارداد میگیره میده دست خانومش باش دیگه. خواستم اینجوریه دیگه. حالا ولی خیلی ذلیله، ترس میترسه دیگه. حالا ما بشیم چرا اینجوری میگه نه دوست داشتن به جز خسرو چی؟ دوست داشتن به جز خسرو دیگه خصیص اینجوری نداشتیم. حالا تقریبا همه دارج بودن. بعد خوشتیپترین بازیکن کی بود به نظرت؟ خوشتیپترین بازیکن خودم بودم با. تو از همه بازیکن با اختلاف بازیکن ایران همشون خوشتیپتری ها. شرایطتون چطوره؟ شرایط خیلی خوبه بچه‌ها. از لحاظ روحی اینا همه اوکی ان. شما هم که اومدی که روحی میره بالاش. آره ما هم اومدیم که همه کارو بکنیم که از لحاظ روحی روانی خوب بشن، آماده بازی بشن. خوب تمرکز داری می‌کنی ها؟ گفتن یکم تنها باشی. که آرزوی موفقیت می‌کنم برای فردا و من مطمئنم می‌بریم و اگه بردیم من بعد بازی میام از ایشون یه پیرن می‌گیرم. For sure 100%. و هواداره که حالا صحبت میکنن میگن که آقای استقلال نمیخنده و من دوست دارم از جا بخنده تا فردا میشاله با همین خنده بعد بازی هم بخنده. The fans say that you don't want to smile often to smile for the fans now and hopefully after the game you'll have that smile on your face. Okay. Finally, man. Because when I derby, I to derby. I played eight games in derby and I never lost. Okay, come. من دربی رو باخت نداشتم. انشالله شما هم این بازی فردا میبرید. انشالله باشه. انشالله راه شما رو ادامه بدیم و فردا استقلالی‌ها رو خوشحال کنیم. حتماً همینطور خواهد بود. بعد یه نکته که تو تو دفاع چپ خیلی وقت بازی کردی دیگه. بهترین دفاع چپ ایران نظرت کی بوده؟ بهترین دفاع چپ با هم میناوند، مهداد میناوند یه زمان خیلی خوب مهداد میناوند بود، نیکبخت بود، نیکبخت خیلی خوب بود اینا هم فیلم بود. رضا شاهرودی هم بد نبود. رضا هم خوب بود. آره رضا شاهرودی هم خوب بود. تو هم تو خودت تو پستت خیلی خوب بودی. هیچ وقت تو دربی حسرت نخوردی گل نزدی؟ گل موقعیت چی داشتن ولی نشد. تو یه دربی دقیقا یکی دو تا موقعیت خیلی خوب داشتی نزدی. متاسفانه قسمت نبود. دوست داشتم تمام گل زدن تو دربی هم بچشم. اون بازیت فکر کنم عمیق قلم بود سرما عمیق قلم چیزی نگفت از اینکه موقعیت گل نزدی. نه خدا روشه الان بازی رو مساوی کردیم. اگه میباختیم که پدرم رو در میابادم. خدا روشه خیلی دوران خوبی داشتیم. الگوت کی بوده تو فوتبال؟ گلگون من اول مهاجم بازی میکردم. تیری آنری بود موقعی که تو بارسلونا آرسنال بود و بعدش دیگه اومدم دفاع چپ. دیگه تو دفاع چپ الگوی پیدا نکردم. دیگه الگوی خود دوست داشتم فوروارد باشم. یعنی اگه به خودت بود دوست داشتی همینجوری فوروارد بازی کنی؟ بازی کنم. کی اولین بار برده دفاع چپ؟ والا آقای پیروانی، غلام حسین پیروانی بازیکن داشتی مصدوم شد. بعد من اونجا هم هافک بازی میکردم، یعنی هافک نفوذی. و گفت کی میتونه ما هم دیگه دستمون بردیم بالا. عدم بازی هم بازی کردم، یه گلم به پرسپولیس زدم که سرمربی آقای علی پروین بود، گلشون هم فرشی کردیم. دیگه گل زدم چه گلی هم شد. یه تو بره نوت گل سال شد و گل ماه شد و همه چی گل شد. الان یه جوری مجریگری میکنی؟ مجریگری سخت‌تره یا فوتبال؟ حالا موزیگری که نمیشه گفت. من موزیگرم حالا به خاطر این رفتم که یه تجربه داشته باشم و یعنی هدف من سرمربیگریه، مربیگریه. من حالا
امسال کمک مربی و فرادم بعد اینکه فوتبالم خداحافظی کردم لطف کردم به من پیشنهاد دادن کمک آفرادم و هدفمونه. حالا گفتم بین این لابلای تجربه‌ای بشه برام ببینیم چی جوری. اگه یه روزی سرمربی بشی بازیکن‌ها ازت حساب می‌برن؟ من هیچ وقت نمی‌خوام که ازم حساب ببرن. چرا؟ باید اون رابطه مربی بازیکن رو حفظ کنی. ولی همیشه دوست داشتم بین کیروش یا مثلا خیلی مربی‌های دیگه که دیدم رفاقتی باشون. باشون صمیمی باشم. بهترین مربی که باش کار کردی کی بوده؟ بهترین مربی که کار کردم باهاش آقای کیروش بوده، آقای قلنوی بوده، آقای فرهاد کاظمی با آقای غلام پیروانی. این چهار تا واقعا خیلی خوب بود. فرهاد کاظمی رو که میگن خیلی بازیکنات هم شوخی میکنه هم خیلی جدیه. حالا به وقتش هم میگه میخنده، به وقتش ولی خرابم میکنه دیگه. یعنی خراب کردن یعنی که خیلی جدی برخورد میکنه. یه خاطره فرهاد کاظمی بگو. آقا فرهاد والا ما رفته بودیم پرسپولیس پاکدش، بعد یه چند هفته اونجا خوب باز کردم، پاس گل دادم، اومد گفت تو 80% هاشم 80% دیگه. گفت 80% تیم من توی دیگه بودم. یعنی چی؟ گفت 80% تیم من توی یه خاطره بود که داشت مونده بسید. صحبت آخر میخواد جای دوربین اگر چیزی ممنون میشم از شما و همکارانتون رو وقت دادید در خدمتتون باشم و همه هوادار عزیز. امیدوارم که از این برنامه خوششون اومده باشه. یه صحبت سپری، یه صحبت تو متعلی دیگه. بله. تو که زنزلیل نیستی نه فرم؟ نه با من زلیل که تو که زلیل نمیشن، ولی احترامان همیشه داریم دیگه. دست درد خواهد. دمت گرم. مرسی. لطف کردی. مرسی.